سلام، من سارام و به کانال یوتیوبم خوش اومدید. امروز من و مارتی قراره بریم به موزه ون گوگ بالاخره، چون این موزه ون گوگ خیلی وقته که داره برگزار میشه و هی دارن چیز میکنن، هی دارن تمدیدش میکنن، ولی این دیگه آخرین تمدید بود و اینجور بودیم که یا میریم یا میریم، چون فکر کنم 5-6 روز دیگه بیشتر نیست. ولی همه آثار ون گوگ نیست، ولی فکر کنم بیشترین، یعنی آثار خیلی زیادی ازش باشه. تا الان دانشگاه داشتیم و الان داریم پیاده میریم تا پیاتا ونیتسیا، چون نیم ساعت راه حدودا. در نتیجه بیاییم با همدیگه بریم ببینیم چه خبره. بچه ما بالاخره آمدیم اونجا، بسانه رو تحویل دادیم، بودشون تو لاکیر اومدیم و خیلی حس عجیبیه. خیلی من آخرین کتابی که خوندم قبل از اینکه بیام ایتالیا کتاب شور زندگی بود که زندگی نامه ون گوگ و خیلی بالا پایین داشت تو زندگیش، اصلا عجیب غریب. یعنی تا فکر میکنم تقریبا تمام زندگیش برادرش ساپورت مالیش میکرده، یعنی که چه خواهد بسو درآمد داشته باشه از نقاشی کردن، و اینکه الان انقدر معروفه که این همه آدم انقدر پول دادن زمان گذاشتن اومدن اینجا، خیلی حس عجیبیه، واقعا حس عجیبیه. این خانمی که ون گوگ کشیده یه خانم خودفروش بوده که یه بار با ون گوگ آشنا میشه توی بار اگه اشتباه نکنم، و اونجا با همین صحبت میکنم و خیلی شرایط سختی داشته این خانمه و تصمیم میگیره ون گوگ که این خانمه رو بیاره پیش خودش. این خانمه باردار بوده و بچه هم داشته و تصمیم میگیره که بهشون سرپناه بده، جای خواب بده، غذا بده. و خب ون گوگ اون موقع خیلی فیگور میکشیده، ولی خب مدل نداشته و پول برای اینکه به مدل بده هم نداشته، و در ازای لطفی که داره به این خانم میکنه ازش میخواد که مدلش بشه. بخاطر ما تو خیلی از کارهای ون گوگ این خانم رو میبینیم. ون گوگ یه مدت جای زندگی میکرد که اینا خیلی استخراج زغال میکردن و خیلی خانواده‌ها شرایط سختی داشتن، مثلا به خاطر اون شرایطی که توی کارشون داشتن، مثلا مرداشون تو سن خیلی کمی میمردن، تو سن مثلا 20 و چند سالگی. بعد ون گوگ اون موقع اونجا که زندگی میکرده سبک زندگیشو مثل اینا کرده بوده، یعنی توی خونه ای که هیچی رسما نداشته زندگی میکرده و اصلا درست غذا نمیخورده و خیلی حالش بد شده بوده وقتی که اونجا بوده. این نقاشی هم برای اون موقع است. بعد ون گوگ تا مدت خیلی طولانی از رنگای تیره و خونسا استفاده میکرد، بعد برادرش تو راضیش میکنه که بیاد از رنگای روشنتر و جوندارتر استفاده بکنه و قشنگ این تغییر سبک کاریش مشخص تو کاراشون. بیشتر بعد از اون زمان بیشتر از هنرمندای ایمپرسیونیست میاد ایده میگیره، به خاطر همین خیلی واضحه این تغییری که توی کاراش رخ داد. ما آخرین اثری که تو طبقه اول دیدیم پورتری ون گوگ بود که تو اتاق فقط هم پورتری رو گذاشته بودن و واقعا این سو عجیب غریبی بود، خیلی عجیب بود، چون که میدونی آدم مثلا توی اینترنت میبینه این نقاشی ها رو، توی کتاب ها میبینه، توی مجله ها میبینه، ولی اینکه این نقاشی جلوت باشه، فاصله یه متریت باشه، یه حس غیر قابل وصفه. یعنی من واقعا موهای تنم سیخ شده بود، تو چشام پر از اشک بود، انقدر که جو اونجا جو عجیبی بود. و دقیقا روبروش هم صندلی گذاشته بودن، تو میتونی سمجه بشینی و ساعت ها نگاه بکنی و فوق‌العاده بود. ون گوگ یه مدت میره تو شهر آرل تو فرانسه، بعد با یه نقاش دیگه با هم یه خونه میگیرن که اسم خونه هم میذارن یلو هاوس، که اونجا این داستان قطع کردن گوشش اتفاق میفته و به خاطر این بوده که جراب بحثش میشه با اون یکی نقاشی که با زندگی میکرده و نقاشه میگه که من جمع میکنم میرم، و بعد میره و برمیگرده و میبینه که ون گوگ گوشش رو قطع کرده، که بعدش هم گوشش رو میده به یه زنی که باهاش داشته صحبت میکرده. و بعد از اون قضیه میره بیمارستان و بعد از اینکه دوباره حالش خوب میشه، حالش بهتر میشه، این آثار رو میکشه. بعد از اول خیلی همه به ون گوگ میگفتن تو دیوونه ای، تو دیوونه ای، تو دیوونه ای، ولی بعد از اینکه گوشش رو میبره دیگه دکتر میگه که باید تحت درمان باشی و اینا. بعد خودش داوطلبانه میره توی کلینیک، یعنی اینجوری نبود که به زور ببرنش، خودش میره توی کلینیک با خواسته خودش تا تحت درمان قرار بگیره و به دکترش گفته بوده، دکترش بهش اجازه داده بوده که نقاشی بکشه، چون میگفتش که تنها چیزی که حال منو خوب میکنه نقاشی کردنه. این ویوی بوده از اون کلینیکه که اجازه داشته بره نقاشی کنه
و این یکی هم ویو پنجرهش بوده، چون یه مدت اجازه نداشت از اتاقش بیاد بیرون و هر روز این ویو رو میدیده و تنها چیزی که میتونسته بکشه این بوده، چون وگان بیشتر دوست داشته که بره تو فضای باز نقاشی بکنه، دوست داشته که بشینه توی اتاق. این نمایشگاهی که تو روم برگزار شد همه ی آثار ون گوگ رو نداشت، مثلا استاری نایت رو نداشت، سانفلاورش رو نداشت، ولی یه اتاق رو گذاشته بودن برای استاری نایت، دور تا دورش آینه بود، بعد یه سری پروژکتور اینا گذاشته بودن و خیلی فضای عجیبی بود، خیلی عجیب بود چون که تاریک بود و تو هی داشتی اون نقاشی ها رو میدیدی به صورت پریزنتیشن با مثلا یه سری حرکت و اینا، و حالا اون آهنگ که پخش میشد، صدایی که پخش میشد، واقعا انگار غرق تو اون نقاشی بودی، یعنی حس میکردی که اون نقاشی تو رو احاطه کرده و خیلی حس جالبی بود. و داستان مرگ ون گوگ اینجوریه که یه گلوله میزنه تو سینه خودش و حتی با اینکه به نزدیکترین بیمارستان میرسوننش ولی نمیتونن نجاتش بدن و زنگ زنن به برادرش تئو، تئو میاد و بعد دو روز بعد تو بغل برادرش میمیره و مراسم خاکسپاریش، مراسم ختمش در از فیونرالش اینجوری بوده که تمام آثارش رو میزنن به دیوار و این اولین باری بوده که فقط آثار خودش بوده، یعنی همیشه تو هر نمایشگاهی که بود با بقیه هنرمندا بود و این تنها باری بود که فقط آثار خودش به دیوار بود. بعدش هم اومدیم خرید کردیم برای خودمون، برای خانواده هامون، برای همه خرید کردیم.